به خبرهای از تحولات قیام مردم سوریه توجه فرمایید. گردانهای اپوزیسیون سوریه در شمال استان درعا دست به پیشروی زدند و دو تپه استراتژیک و چند پایگاه نظامیان اسد در جنوب شهر انخلج را تصرف کردند. در این عملیات رزمندگان سوری ده‌ها تن از نظامیان اسد را به هلاکت رسانده و مقادیر زیادی سلاح و مهمات به غنیمت گرفتند. از سوی دیگر رزمندگان ارتش آزادی در حلب مواضع نظامیان اسد را با سلاح‌های سنگین هدف قرار دادند و خسارات سنگینی به آنها وارد کردند و در نبردهای استان ادلب یک تانک دشمن را منهدم کردند. یک روز بعد از انهدام یکی از اصلی ترین پایگاه‌های نظامیان اسد در استان ادلب، رزمندگان سوری فیلم مستندی از مراحل این عملیات را در شبکه‌های اجتماعی منتشر کردند. رزمندگان سوری برای انهدام این پایگاه تونلی به طول 390 متر را در بیش از 50 روز و با امکانات بسیار ابتدایی حفر کردند. سپس با کارگزاری 40 تن مواد منفجره در زیر این پایگاه، همزمان 3 مرکز نظامیان اسد را منهدم و 10ها تن از نیروهای دشمن را به هلاکت رساندند و راه را برای پیروزی‌های بعدی هموار کردند. اپوزیسیون سوریه با برگزاری کنفرانس مطبوعاتی در استانبول اسناد و مدارکی را افشا کرد که اثبات می‌کند نظامیان اسد مناطقی از سوریه را در چند هفته گذشته با سلاح‌های شیمیایی هدف قرار دادند. این مدارک نشان می‌دهد رژیم بشار اسد در حال مخفی کردن میزانی از ذخایر شیمیایی‌اش در کوه‌های لازقیه و هماست و قصد دارد به زودی مناطقی از لازقیه را با سلاح‌های شیمیایی هدف قرار دهد. در این کنفرانس که در آن اسعد مصطفی وزیر دفاع حکومت موقت و تعدادی از فرماندهان ارتش آزادی سوریه حضور داشتند، اپوزیسیون سوریه تصاویری از بمب‌های ساخت چین حاوی گاز سمی کلور که در حومه ادلب کشف شده اند را به نمایش گذاشتند و اعلام کردند رژیم دیکتاتور سوریه در ماه گذشته 15 بار با سلاح‌های شیمیایی مناطق مسکونی در سوریه را هدف قرار داده است.